السلام علیکم عزیزانم، من اجولا فرخاری هستم. شما را خوش آمدید میگم. از رای دور یک سلام عسکری برای شما تقدیم میکنم. امروز به فضل خدا و به کمک شما دوستان عزیز، کانال من به 500 سابسکرایبر رسید و من لازم دانستم که بیایم از تجربات خودم در راجع به این که من چگونه تونستم به 500 سابسکرایبر برسم، در صورتی که کانال من در اواخر سال 2018 ساخته شده. اما در این مدت من میخواهم که چه کارهای را من انجام دادم و چقدر فعالیتهای را انجام دادم و چرا من اینقدر کانال من به شکلی که باید در یک سال داخل یک کانال کسی فعالیت میکنه به حداقل 1000 سابسکرایبر برسه نرسیده. بنابراین من میخواهم که امروز از تجربات خودم به شما عزیزان بگویم و همچنان به کسایی که هنوز تصمیم ندارن که کانال یوتیوبی بزنید، من بر شما میگویم که این کار حتما بکنید. واسه شما زیاد نمیگیرم، میرم روی کانال، بعد از او باز راجع به ای که من چه کارهای را انجام دادم صحبت میکنیم. بله، قسمی که شما میبینین عزیزان این کانال ماست و در این جریان به اصطلاح من فعالیتهایی را که انجام دادم تازه به شکل من رسیدم به 500 ابونیغن یا به 500 سابسکرایبر و این کانال بنده است. اگر باز هم از زانی که ویدیو تازه به دست شما میرسه، لطف کنین کانال سابسکرایب بکنید و لایک و کامنت هم یادتان نروه. خود دوستان، قسمی که شما میبینید من که چیزی گفته بودم، بله این معلومات در راجع به کانال ما است و کانال میبینیم که در کدام سال. ببینید عزیزانم، در ببخشید در 20 مای 2017 این کانال تاسیس شده و تا هنوز که من 72513 ویو گرفتم و همچنان 500 سابسکرایبر. دوستان عزیزم، باید در اصل این کانال خیلی رشد میکرد و هر کسی، اما مشکل در کجا بود؟ مشکل در این بود که یکی من تجربه کافی نداشتم و من نمیدونستم که چیکار کنم. حداقل در یک سال من اصلا ویدیو نگذاشتم و همینطور کانال به نام خودم هم راستش به نام خودم نبود، اول به نام جست پالیتیست افغان سوسایتی بود که می رقم یک پیج فیسبوکی دارم. بعد کانالم رو تغییر دادم، دوباره نامش رو به نام خودم کردم و دیگه آهسته آهسته به اپلود کردن ویدیو شروع کردم. در اواخر من قواعد و قانون یوتیوب را نمیفهمیدم به شکل درست حسابی و اشتباهات زیادی میکردم، باعث میشد که من ویدیوهای خود دوباره کپی رایت میخوردم و دوباره بر من ایمیل میومد که ما ویدیو را که شما فعلا در کانالتان اپلود کردین ویدیو مال دیگه کس هست و برای شما کپی رایت داده. باز ویدیو را مجبور شدم، بیشتر از 100 ویدیو را من ویدیو را اپلود کردم، نمیدونستم آهنگا را میگرفتم اپلود میکردم، چندین ویدیو را مستقیم از تلویزیون طلو گرفتم، دوباره طلو برای من کپی رایت داد و من دوباره گرفتم اونا را پاک کردم. خلاصه بلند شدم و خیستم و افتیدم و تا یکی یاد گرفتم که نباید از محتوای دیگران استفاده کنیم در کانال ما. و حالا ما میبینیم که ویدیویی که من گذاشتم اینجا عزیزانم، این ویدیوست ما از اینجا میبینیم all videos uploads. خب ببخشید، بله این ویدیو را من تازه گذاشتم که هنوز به بازدید زیاد نگرفته و پس دوباره را میخواهیم بک کنم. بله دوستان عزیز، و همچنان یک چیزی که باید هر کدام آمد نظر بگیریم که من اوائل نداشتم، نمیفهمیدم. بعد از اینکه ویدیو آموزشی کانال آی جواد ابوالفضل، کانال اکادمی ایمان، یکی از دوستان ایرانی ماست که در کشور سوئیس هست، من آموزشی ها از او را زیاد دیدم، تعقیب کردم. بعد از اینکه آیسوسه یاد گرفتم دیگه کوشش کردم که چگونه بتونم برم ویدیوهایی را آپلود بکنم که کپی رایت نخورم، که اونم براتون من میگم.
معلومیم که یک چیزی که بنیادی است باید پلیلیست داشته باشیم. من پلیلیست ساختم، پلیلیست های مختلف ساختم، مثلا بخش روانشناسی، آهنگ های پشتو، آهنگ های عاشقانه، بخش ادبیات و شعر و شاعری، آهنگ های محلی ولسوالی فرخار، امیر رقم به نام پالیتیکس و فیلم های رنگ و رنگ و آهنگ های دری. تمام اینها ها پلیلیست های است که تقریبا من ده دانه پلیلیست به کانال خودم ساختم. تا که پلیلیست چه خوبی داره؟ پلیلیست این است که شما یک ویدیو در پلیلیست میگذارید، اگر یک ویدیو شما به کسی از طریق یوتیوب ویرال میشه، به دوست اسو میرسه، او ویدیو را میبینه، به طور همینطور اتوماتیک ویدیو بعدی شما برای از او آدم پیشنهاد میشه و او علاقمندی پیدا میکنه که ویدیو شما را هم، ویدیو بعدی شما را هم تماشا بکنم. دوستان عزیز، واقعیتش که بگیری از این کرده که هیچ کار نکنیم، باید اشتباه بکنیم، اما اشتباه چیزی است که ما را یاد میده و اشتباه چیزی است که انسان بزرگ میسازه و اشتباه البته یک شکست نیست، یک تجربه است، آدم تجربه میگیره. بعد دوستان عزیز، حالا من بعضی ویدیوهای دیگر اپلود کردم، مثلا از قبل از این ویدیو، ویدیو مختلف یا این آقا و یا این مثلا خبرنگار تازه ویدیو از این من گذاشتم. مثلا دوستان عزیز سلام، اسم من یاداست و بیشتر از این نمیخوایم که در مورد اون چیز بدانین و بیشتر از این مهم هم نیست که بدانین. اما من دوستان مهمی است که من اینجا میخواستم بگویم که الان من مثلا بعضی از ویدیوها را یاد گرفتم که کدام ویدیوها را بگیرم که بر ما کپی رایت نداره، که برای شما میگم که شما هم چو کار را انجام بدین. مثلا شما در شبکه های اینستاگرام هستین، تلگرام هستین، مثلا در تیک تاک هستین، مثلا در فیسبوک هستین، میبینین که یک ویدیو را کسی گرفته و او آدم در اصل یک پیامی داره، یک جای زیبایی را گرفته، یک واس سنای جالبی را گرفته، یک بالاخره از یک جای هر کسی در این وقت یک تلفن همراه داشته باشه ویدیو میگیره. بعد او ویدیو را که شما ببینید، باز برین همون نام همچو امو فرد، باز هم شما برین در گوگل سرچ بکنین، اگر به همچو نام یا اکانت یا کدام کانال یوتیوبی نباشه، معمولا شما زمانی که میگیرین در کانال شما، کانال خودتان، این ویدیو را باز بعد از دانلود آپلود میکنین، در اینجا این ویدیو به این معنی که این ویدیو آزاد است و در شما را کپی رایت نمیده. البته که اوایل من این گپا را نمیفهمیدم، هر ویدیو که از جای دست من میامد و یا خوش من میامد که میگفتم آه این ویدیو شاید بیننده بیشتر بگیره، و من این ویدیو را میگرفتم در کانال خودم آپلود میکردم، که متاسفانه خیلی ضربه خوردم. هر کپی رایتی که من میخوردم دیگه ویدیو من، هر قدر ویدیو میگذاشتم، ویدیو من ویرال نمیشد و بالا نمیامد. حالا تازه دارم در این ماه جدید ویدیو من ویرال شده رایست و ویدیو من به دوستان پیشنهاد میشه و همچنان دوستان زیادی هستن که علاقمندی پیدا کنن کانال مرا سابسکرایب بکنن. خدا را شکر گذاری میکنم عزیزانم، باز هم با شما پیشنهاد میکنم که کانال یوتیوبی یک چیزی استاندارد و گارانتی است نسبت به دیگر شبکه های اجتماعی. دیگر شبکه های اجتماعی را شما را میتونن که ریپورت بزن، شما را میتونن کانال های شما را بسته بکنن، اما از یوتیوب تا از طریق کپی رایت نباشه دیگر هیچ کسی نمیتونه که در کانال شما هک شوه یا کانال شما را ببنده. و دوستان گلم، هر کسی که اگر یک تلفن همراه دارید، یک ایدی دارید، یک در بخش دکلمه شعر، در بخش بالاخره جای زیبایی هستی، بالاخره علاقمندی داره که اونجا رو به تصویر بکشونی، میتونه که شما این کار حتما بکنین و ویدیو مال خودتان باشه، بیشتر بهتر است ویدیو خود را بگذارین و از اون طریق شما میتونین که کانالتان یک کانال یوتیوبی بزنین و یک کانال شما چی کنین و شما رشد بتین و کانالتان برسه به 1000 سابسکرایبر، همین رقم به صدها هزار سابسکرایبر. دوستان عزیزم، یک جهان بازم در آخر سپاسگزاری میکنم، بازم بر شما میگم که یوتیوب، اینترنت یک چیزی است که نو است، البته با فارسی زبان ها خیلی نو است نسبت به کسایی که انگلیسی و یا آلمانی، فرانسوی، دیگر کشورها هستن، اما در آینده ها یوتیوب هم شاید طوری شود که شما زمانی که میخواین یک کانال بزنین شما باید پول بپردازین، اما همین حالا وقتش است که عجله بکنید و همین حالا وقتش است که
کانال خود و رایگان تاسیس بکنید، آهسته آهسته فعالیت انجام بدین و البته فعالیت های مثبت باشه و در آینده بسیار دور یا نزدیک نتیجه خوبی را شما میگیرین. بازم از زانم یک جهان سپاسگزاری میکنم که کانال ما را سابسکرایب کردین، بازم کانال بیادرتون را سابسکرایب بکنید و کامنت و لایک بکنید. اگر در بخش ازی که یوتیوب نمیتونید که تاسیس کنید، بر من نظرات خود بگذارید، من ویدیو آموزشی میگذارم که چگونه شما میتونید که یک یوتیوب از کجا شروع کنید، چگونه کانال یوتیوب بزنید و چگونه از یوتیوب کسبی درآمد کنید. یک جهان ممنون. من امیدوار هستم که کانال مرا هم به دوستانتان معرفی کنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.